بله، میلاد خداوند ما عیسی مسیح بر تک تک شما بینندگان محترم تبریک میگیم، مبارک باشه هر جای دنیا که هستید. امیدوارم که روزهای گذشته رو خیلی خوش گذشته بهتون و فرصت داشتید که با آسمان، با فرشتگان، با فرزندان خدا در هر زبان نجات در سراسر دنیا وقت خوب داشته باشید. ما هم از طریق این برنامه که داریم از قبل برای شما ضبط میکنیم به منزلهای شما میایم با مهمانه خیلی خیلی گران قیمت و گران قدر و پر ارزش. بله، ژیلبرت و قبیلش. خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که اینجا هستیم. جولیانا، آنی خانم من، جسیکا. بله، خیلی خوشحالیم که ژیلبرت جان آمدید. میخواید به دوستان تبریک بگید؟ بله، واقعا خوشحالیم که اینجا هستم. من معمولا تنهایی جلوی دوربین میام، ولی این سری با خانواده برام خیلی خیلی خوشحالم. بله، که خداوند چنین خانواده شیرین و خوبی رو هدیه داده و کریسمس رو به تک تک شما تبریک میگم. بله، درود بر شما. آنی جان شما بفهمید فارسی انگلیسی هر جو دوست دارید تبریک بگید. برادر و خواهران عزیز، خیلی خوشحالیم که امروز اینجا هستیم. مرسی که ما رو دعوت کردید. مرسی. کریسمس شما مبارک. بله، ایشون هم داره سلام میگه، تبریک میگه. ایشون هم میگه خدا رو شکر. نظر جان شما سلام نکردید. بله، منم خدا رو شکر میگم و درود میفرستم به تک تک شما. کریسمس رو تبریک میگم و خدا رو شکر میکنیم. این برنامه البته از قبل داره ضبط میشه، ولی 26 دسامبر پخش میشه و میخواستم تولد الاتا رو تبریک میگم در هفته گذشته. یعنی هنوز مونده البته، ولی وقتی پخش میشه تولد تموم شده. میخواستم تبریک بگم. خدا رو شکر. کادوش کو پس. کادوش دیگه. خونه به تو میدیم. خدا رو شکر برای خانواده عزیز. خیلی خوشحالیم. مخصوصا این دخترای شیرین. این جولیانا. میخواد موعظه کنه، گفتیم نه. یه سری هم درام زد. با کمک شما قبل از جلسه. خدا رو شکر. چه اینجوری بذارید بزنم وسط بیا عزیز بیا. آها، ببینید برده الناتون هم شبانی بلده هم پدری بلده. نریز یا بخور عزیزم. آره فقط بخور. دوستان عزیز، واقعا منم بخوام خدای شکر کنم. ژیلبرت آره جان، میدونید من تقریبا 30 پیش چنین روزهایی به مسیح ایمان آوردم و تولد جسمانی و تولد روحانی با هم هست هر سال و چقدر خوشحالم تو این 29 سال خورده ای واقعا خداوند در زندگی من بوده و هر سال اینو به یاد میارم و واقعا باعث افتخار منه. دیگه از بچگی با شما بزرگ شدم. بله، شما بزرگ شدم. افتخار نه، ما زیر سایه شما بودیم. زیر سایه قادر مطلق. اون دفعه گفتی من یادم این برنامه دارم. من چند بار تمرین کردم که بگم زیر سایه قادر مطلق. ایشون دارن به به دارن لذت میبرن. آره خب ژیلبرت جان، کریسمس برای شما چطوره؟ خوبه؟ همه چی خوبه؟ روزا شلوغ؟ بهتر از کریسمس وقت دیگه ای نیست واقعا. کریسمس موقعی که هدیه میگیریم، هدیه میدیم، تمرین میکنیم ذات خدایی رو که ذاتی هست که میده، میبخشه و به مجانی میبخشه بدون هیچ انتظاری. و وقتی من برای افرادی که دوست دارم هدیه میخرم، اون خودش یک لذتیه و من فهم که چطور خداوند این لذت رو میبره وقتی ما رو میخواد برکت بده. چون این قلب پدری هست، قلب پادشاهی نیست، قلب پدر هست. و موقعی که هدیه میگیریم خیلی خوشحالیم، شیرینی خورون، همه چیز. شیرینی بفرمایید، من خدمت شما از الان بگم، نگم برنامه مثلا شیرینی برای تماشا گذاشته. آنی یاد بگه، آنی برداشت داشته. خب دوست داری هدیه بدی کو پس هدیه ما؟ حالا زایی نکنید دیگه. اورده دادی میاد. اتفاقا بابا نوئل قرار بیاد مثل این که. بسیار عالی. پس کریسمس برای شما خیلی معنی قشنگی داره ها. چند تا کریسمس با هم هستید؟ 6 سال ازدواج کردیم. 1 سال و نیم هم قبل از اون بودیم. واو. تقریبا 8 سال. واو. خوشحالین در این 8 سال. میتونی بگی کدوم؟ میدونم که شما از بچگی حتما کریسمس خیلی خوبی داشتید، هر کدوم مجردی، ولی چه کریسمسی برای شما یه هایلایتی داشته، چیز قشنگی داشته، یادتون میاد؟ خاطره دارید آنی جان شما یا جوبه؟ من یه ندارم. فکر کنم 12 سالم بود، شاید 11 سالم بود که بابا فوت کرده بود. سو وضع ما خیلی خوب نبود، ولی مامان سعی خودشو میکرد. اون کریسمس که دیگه میدونیم بچه خیلی کادو میخوان، نمیدونم آجیل میخوان، خیلی چیزا میخوان و بله. مامان سعی خودشو میکرد و گفت که هرچی که شما میخواین به پدر آسمانیتون دعا کنین، اون دیگه میدونه چی کار میکنه. و ما خیلی دعا کردیم، من و دوتا برادرام. و یه روز نزدیک به کریسمس
یه کسی روی در چیز کرد زد و من اتفاقا رفتم باز کردم، هیچ کسی اونجا نبود، ولی نگاه کردم دیدم یه سبد بزرگ و همه چی توش. سو من خیلی خوشحال شدم و برای من تو ذهنم ایمونده. از فامیل کسی کار کرده یا معجزه بود؟ نمیدونم، تا امروز هم نمیدونم. مامانم نمیدونه؟ نه. واو، فرشتگان خدا. من ایمان دارم، من ایمان دارم فرشته این کارا میکنن. هللویا، خدا رو شکر. پس کریسمس خیلی خاطر انگیزی بوده برای شما. چه خوب. شما چجور برجان؟ من والا کریسمس خاصی نداشتم که بگم در این سال این اتفاق افتاد یادمه، ولی هر کریسمس یادمه که خیلی خوشحال بودم. همون که زینت میکردیم کلیسا برای من یه جوری مثل خونه بود. تو کلیسا که جمع میشدم انگار تو بهشت بودم. من یادمه ساعتایی که با هم بودیم تو کلیسا این احساس رو یادمه که نمیخواستم تمام بشه. ساعت 12:00-1:00 میشد ناراحت میشدم، گفتم وای الان باید بریم، چون برای کریسمس که جمع می‌شدیم خیلی شیرین بود. بله، خیلی لذت داره کریسمس. بله. خدا رو این درسته که ارامنه 6 ژانویه جشن می‌گیرن کریسمس رو؟ ارامنه همه چیشون فرق می‌کنه. من نگفتم دوست ارمنی. حالا ما هم ارمنی هستیم، هم یه جوری بین فارس هستیم، ایرانی هستیم، دو تاشم جشن می‌گیریم. شما دیگه شروع می‌کنید از 24 پنجم جشن می‌گیرید تا تولد تا مراسم تقدیم مسیح و بعد میره تا هم تو در واقع. ولی فلسفه این 6 ژانویه چیه؟ حالا سورپرایزش نکن دیگه، این سوال قبلا تر نکرد. حالا بماند. از زمان فکر کنم یونانی‌ها بوده که اونا ایمان داشتن که قسمت شرق همیشه میگفتن که در اون زمان اومده، غربی‌ها میگفتن در این زمان، بعد آخر ارامنه پیروز شد. آره پیروز شد، گفتن ما اینو نگه می‌داریم. فقط مال ارامنه نیست البته، مال بله. حالا ما فارس هم شاید بالاخره توبه کردیم اومدیم تو خط ارامنه. ببین ولی واقعا مهم نیست زمانش کی بوده، اصلا در اصل اگه بخوایم به تحقیقات بنگریم مثلا کریسمس در زمان دسامبر نبوده، یه زمان دیگه بوده، دسامبر نیست، ولی زمانش مهم نیست که کی بوده، مهم اینه که عیسی مسیح متولد شده. آمین. مهم اینه هر روز ما کریسمس، نجات دهنده ما اومده، اومده روی زمین، امانوئل. خدا رو شکر. این کوچولو من میخوام حرف بزنه، این خوشگل جسیکا، درسته؟ جسیکا خوب میخونه، اگه خجالت نکشه هپی برثدی میخوای بخونی برای مسیح؟ Can you sing happy birthday for Jesus? Yeah. Do it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jesus. Happy birthday Jesus. واقعا میکروفون برازنده خانواده اوسپیان هست. من قبل از برنامه داشت تمرین میکرد بگه چیز کریسمس مبارک. Can you say that too? بگو. مبارک مبارک تولد مبارک. بچه ها ما تولد کریسمس خیلی برای ما مفهوم و معنی داره. برای من رازنگ که 20 ساله با هم ازدواج کردیم، یکی از اونها وقتی که شما یادتونه، چون بعضی از اطرافیان مثل خواهر شما ربکا اینا قشنگ همین ماجرا رو میدونستن، این بود که نازنین برای اولین بار اومد کلیسا. هر سال من میگم تو تلویزیون و ما جوانان بالکن کلیسا نشسته بودیم و بعد یه خانمی حالا با روسری و اینا بودن دیگه تو ایران اومده، نمیشناسیم تو جوانه همچی کسی نبوده. بعد یوحنا 3:16 رو میگفتن، نازنین با یه زبونی گفت این کیه اون چیه، شروع کردی تحقیق و دیگه هیچی دیگه. یه لبخندی اون پایین زد که تو سر من اینجوری دلنگ هدیه کریسمس آمد. و بعد یادم که گفتن اونه که تعبید گرفتن میتونن مراسم جشن کریسمس بیان و من رفتم بودم خواهر شما تو تشریف بیارید. ایشون رفته تو بردفات گفته این آقا کی اومده، من گفته میتونه چی کار هست تو کلیسا. و خیلی خاطره خوبی برای ما بوده هر سالش واقعا. آره خیلی خوشحاله. خب من برای که مهمونه دیگه هم داریم در خدمت شما باشی، یک دو تا سوال دیگه هم دارم که میدونم با تمام گرفتاری ها اومدید، خوشحال میشیم بینندگان ما بیشتر راجع به چیزا بدونن. برای سال آینده برنامه خاصی دارید شما؟ برای سال آینده من یه آلبوم تو فکرم هست که کریسمس آینده اگه خدا بخواد بیرون بیاد که سرودای کریسمس به زبان فارسی باشه. آگه خدا باز دوباره من بعد وقتامو کوتاه کنم بیام پیش شما دیگه. چاره نداره دیگه، جیب دعوت میکنم که بعد دلتو چه صدایی داری آسمانی ملکوتی میاد. شما اینو خب به زبان ها ترجمه کرده. ولی برای خانواده چی غیر از این؟ چه خوب این فکر، واقعا به فارسی خیلی احتیاج هست عزیزان سرودهای بیشتر داشته باشن. ولی برای خانواده برنامه خاصی دارید؟
برای خانواده برام خواستی نداریم فکر کنم داریم؟ اگه بلیت رفت و برگشت 10 روزه برای کروز بیاد چی؟ حالا اگه شما میخواییم ما هدیه بدین مثلا شما بلیت بده دیگه بلیت بده ولی واقعا خوبه یعنی واقعا آدم هر برنامه که میذاره و با هدف میره مطمئنن خیلی پربرکت هست اینا. آیا چند تا سوالی که دارم آیا در واقع آیه محبوب شما برای تولد مسیح کدوم هست اگه میتونید هر کدومتون بگید؟ من آیه محبوب من لوقا 2:10 اگه اشتباه نکنم جایی که فرشتگان میان و ظاهر میشن به شبانان و میگه فوجی از لشکر آسمانی اونجا سرود میخونن. برای من خیلی جالبه که شبانانی که شاید خیلی از رده پایین هستن در بقیه موارد میبینیم که فرشته خداوند میاد اونجا پیغام میده. در مورد شبانان میبینیم که فوجی از لشکر شبان میبینیم که یک دستکار میاد اونجا میخونه. و چقدر برای من باعث بناست که اصلا معنی کریسمس اینه اونهایی که خیلی قلب آخر مانند دارن مسیح اومده اونجا متولد بشه، اونهایی که چوپان مانند هستن خداوند برای اونها اومده، اونهایی که افتاده هستن برای اونها اومده. آمین. ژیلبرت حتی ازش سوال هم میکنه راجع به کریسمس، میره تو ملودیای آسمانی همه چی با موسیقی هستش، خیلی قشنگه. شخصیت بله شخصیت مورد علاقه شما تو تولد مسیح تو داستان کدومه؟ هر کدومتون دوست دارید؟ برای من مریمه، شاید چون که خودم زن هستم ایشون زن بود، ولی چون که برای من خیلی اگزمپلی خوبیه چون که ریس تیکر بود، یعنی نمی ترسید که برای خدا کار بزرگی کنه و خیلی فروتن بود. سو من برای این دوستش دارم. من هم همینطور، یعنی واقعا من فکر میکنم ما پروتستان ها باید یاد بگیریم این موضوع رو بیشتر. گرچه ما مریم نمیپرستیم ولی چقدر مقام بالایی داشته این خانم که تو اون شرایط سخت مذهبی اون ریسک رو میپذیره به خدا و لبیک میگه. مسلما اگه مریم لبیک نمیگفت به خدا شاید به حال نمیدونیم چه اتفاقی میافتاد، ولی واقعا خدا شکر. ژیلبرت جان میخواید شما در یک دقیقه به دوربین نگاه کنید یک پیامی به دوستان ما بدید به فارسی؟ خب دوستان هر جایی که هستین واقعا بدونید که عیسی مسیح برای شما اومده، شخصا برای شما اومده. خداوند ما خدای ملت‌ها و قوم‌ها است ولی خدای شخصی ما هم است که با ما یک رابطه خاصی رو می‌خواد برقرار بکنه. من می‌خوام شما رو تشویق بکنم که در این روزهای کریسمس بگذارید که این رابطه خاصی که خداوند می‌خواد برقرار بشه. بدونید که هدف کریسمس این بوده. من همیشه اینو گفتم، تجربه رو که یک شبان داشت من هم داشتم که به یک مورچه می‌خواستم کمک بکنم که بره بالا و از من میترسید. گفتم تنها راهش اینه که با قدرت انسانی مورچه بشم که اون رو کمک بکنم. کریسمس همین هست، خداوند اومده انسان شده ولی در ذات در طبیعتش خداوند هست ولی انسان شده. هدفش این است که گناهان تو رو بگیره، مصلوب بکنه. این کار رو کرد، جریمه گناه رو پرداخت. پس امروز فرصت عالی است که در این روزهای کریسمس این رابطه شخصی با توبه واقعی ایجاد بشه. شما رو دوست داریم و دعاگوی شما هستیم. هر وقت که ایران به یاد ما میاد که هر روز هست، هر ساعت هست، واقعا برای عزیزان ایران دعا میکنیم. پس در دعای ما هستیم و این رو ادامه خواهیم داد. آمین 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 آمین. من واقعا میخوام به شما تبریک بفرستم، بگم نه بفرستم بگم، برای اینکه شجاعت به خرجت با دوتا کوچولو اومدید. آره. و برنامه سیمای مسیح اینجوریه، کاری میکنه عجیب غریب، یکیش همینه. ولی من دوست میدونم، مطمئنم که خیلی از دوستان دوست داشتن خانواده شما رو ببینن. و همه تو شما خیلی ممنون تشریف آوردید. دوستان با ژیلبرت و آنی عزیز و بچه ها خداحافظی میکنیم، میریم با هم چند تا کلیپ نگاه میکنیم، برمیگردیم با مهمان عزیزی که در خدمت شما خواهیم بود. جنای کریسمس بر شما مبارک باشه. میلاد عیسی مسیح به تک تک شما بینندگان عزیز مبارک باشه. Glade jul til jer alle. Schnorabor Jesus Christos is surzen unde. Edith de bjelden morgen, aber ikke lov om vejen. God jul til alle. Merry Christmas to all of you. Tavalo, tavalo. Show.
باشد ما را منجی سلطنتش در قلب‌های من است بیایید با من آیک به سرایی پادشاه جلال را به ستایی بینندگان عزیز، امیدوارم که تا اینجای برنامه ها لذت برده باشید. کریسمستون مبارک باشه و سال نو میلادی بر تک تک شما عزیزان مبارک. همونطوری که میدونید ما در ارتباط با درخت کریسمس همیشه سوال های زیادی داشتیم و شاید شما که الان بیننده این برنامه هستید همینطور باشه و بخواین از ما سوال کنید. در نظر گرفتیم که تاریخچه درخت کریسمس رو در یک برنامه خیلی کوتاه امروز همین الان به شما نشون بدیم. درخت کریسمس یکی از محبوب ترین سنت های جشن کریسمس به شمار می رود. همراه با تزئینات متنوع با چراغ و دیگر ابزار زینتی تشکیل شده و به عنوان نماد تجدید حیات زندگی استفاده می شود. درخت کریسمس نمادی باستانی بوده و نشان دهنده تجدید حیات زندگی است. بر اساس افسانه های بانیفیس قدیس، زمانی که برای بشارت مسیح به میان قبایل بدوی رفت، به دلیل شکل مخروطی درخت کاج برای ارائه و توضیح مفهوم تثلیث از آن استفاده کرد. دیگر داستان‌های وجود درخت کریسمس در زمان عید میلاد مسیح در آلمان قرن 16 به عنوان اولین کشور شناخته شده که از درخت کریسمس استفاده کرده و آن را با سیب، آجیل، خرما، چوب شور و گل‌های کاغذی تزیین و آن را در وسط خانه قرار می دادن. در میدان این شهر تابلوی نصب شده که به 8 زبان روی آن نوشته شده است. اولین درخت کریسمس برای سال نو در سال 1510 در شهر ریگا مورد استفاده قرار گرفت. در قرن 17 استفاده از درخت کریسمس به عنوان یک رسم وارد خانواده ها شد. اولین درخت کریسمس در سال 1840 وارد فرانسه شد. به صورت سنت درخت کریسمس تا شب 24 دسامبر وارد خانه نمی شود. پس از این تاریخ درخت تزیین شده کریسمس تا 12 شب بعد یعنی در 6 ژانویه از خانه خارج می شود. بسیاری از امریکایی های قرن 19 درخت کریسمس را چیزی غریب می دانستند و اولین درخت کریسمس در امریکا مربوط به سال 1830 است. در اوایل قرن 20 امریکایی‌ها درخت‌های کریسمس را بیشتر با لوازم تزئینی دستساز خودشان تزئین می‌کردند. اما بخش‌های آلمانی امریکایی همچنان به استفاده از سیب، بلوط، گردو و شیرینی‌های کوچک بادامی ادامه می‌دادند. ولی امروزه خوب می‌دانیم که مسیحیان نماد ستاره که نشانگر ستاره درخشنده صبح که همانا عیسی مسیح است، نمایان کننده ستاره است که شب میلاد مسیح بالای سر آخری که مسیح در آن به دنیا آمده است
بر روی درختان نشانده می شود و تمامی تزیینات آن نشانه برکات خداوند برای فرزندانش است. خدا برکتتون بده و امیدوارم که همونطوری که این درخت همیشه سبز هستش، عیسی مسیح در قلب‌های شما همیشه سبز و خرم باشه و شما با او همیشه در سلوک و خوشحالی زندگی کنید. خدا برکتتون بده. کریسمس مبارک. بله، با تشکر از شاهین مجده عزیز خیلی خوشحالیم عزیزان، خدمتتون برمیگردیم. کریسمس مبارک، همینطور سال نو میلادی بر تک تک شما پیشا پیش مبارک باشه. همونطور که میدونید از ابتدا با ژیلبرت و آنی عزیز بودیم، الان میایم با هم دیگه با مهمان عزیز دیگه هستیم. خواهر آنت، تو شما مهمون نیستید، شما صاحبخونه هستید دیگه. خواهش می‌کنم. خوشم اومد. مرسی. شما هوا سلام عرض می‌کنم. آره، شما هوا نورداری بلدم. کریسمس چی میشه؟ کریسمس شنو هوا. شما هوا نور کریسمس. بفرمایید به دوستان تبریک بگید. به چه زبونی؟ فارسی. کریسمس همتون مبارک باشه و امیدوارم که سال نو رو به صلحی، در آرامش و در نور خدایی اثر بگیرید و تمام اینا باشه برای جلال نام خداوند ما عیسی مسیح. آمین آمین آمین. خوش گذشته تا حالا بهتون و دارید آماده میشید برای جشنهای بعدی؟ تا حالا خوش گذشته. آماده هستیم، حالا برنامه ما یکم زودتر پخشش. بله، تو برنامه هستیم، منتظریم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه اومدید و در خدمت شد. چه خوش گذشت با ژیلبرت و بچه‌ها. آره، اون کوچولو خیلی با نمک بود. آره، آره. من فکر کنم موزیسی هم بشه چون جاز میزنه. بسیار عالی. شما سالها فکر کنم در ارمنستان بودید، درسته؟ خاطرات خاصی دارید از کریسمس؟ قبل از که سوالا رو بپرسم یادتون میاد چیزی؟ 10 سال در ارمنستان. چی کار میکنن در ارمنستان؟ در ارمنستان مثل ایرانی ها نیستن خونه همدیگه جمع بشن یا توی سالونی جمع بشن. اونجا یه سبک دیگه است. همیشه همسایه اولی شروع میکنه رفتن، همسایه دومی رو برمی‌داره، دو تایی میرن تو خونه همسایه سومی. توی هر خونه 10 دقیقه جشن و تبریک میگن. یه تاس هم میندازن، البته اونایی که ایماندار نیستن میخورن. آره. بعد پشت سر هم دیگه همه با هم دیگه 50 نفری 100 نفری تو حیات هر کدوم تو مجتمع خودشونن. اونجا دیگه کیف میکنن. ولی تو خونه کسی تا حالا من ندیدم جمع شده باشن. به جز اینکه برنامه پیشی داشته باشن، ولی درست روز همون کریسمس یا شب عید نیستش. عادتشون اینجوریه. 10 دقیقه 10 دقیقه بعد خونه هم دیگه هی. یعنی درست روز کریسمس یا شب کریسمس؟ شب دیگه از ساعت 6 دیگه شروع میکنن. آه، شروع میکنن تا صبح. خب مثل اینجا بهش میگن کارولینگ. میدونی خونه؟ نه میدونم. بله خونه. ولی من نمیدونستم. آره، میرن در خونه همه رو میزنن، همسایه البته یه 3-4 نفر جمع میشن، میرن تو همسایه شروع میکنن کارولینگ، یعنی سرودهای کریسمسی رو میخونن. آره. اینجا دیگه صحبت میکنن. آها، صحبت میکنن، سرود نمیخونن. نه، سرود نمیخونن. تبریک میگن. ولی بعضی هاشون هم که همه با هم دیگه تمام مجتمع تموم شده، با هم جمع میشن میرن تو پارک. بعد تا صبح تو سرما؟ آره، تو سرما. برف میاد معمولا نه؟ یروان؟ یا میاد یا اومده دیگه، یخ بسته. ولی میرن تو پارک؟ میرن تو پارک. چرا؟ مگه طلوع خورشید رو نگاه میکنن. تا طلوع خورشید اینا قشنگ با هم دیگه. چطوره؟ آره، خیلی خوش میگذره. ما یه بار با هم کلاسیامون این کارو کردیم. اصلا سرما احساس نمی‌کردیم، خیلی خوش می‌گذشت. دیگه آتیش اینا روشن می‌کنن. چی؟ با کاپشنامون. من خیلی خوشحالم در ارمنستان زندگی نمی‌کنم دوستان عزیز. واقعاً خیلی جالبه. عرضم بوزو شما چه خاطره‌ای دارید قبل از که باز بپرسم کریسمس برای شما چه معنی داره؟ خاطره خاصی ندارم، هر چی می‌خوام. چرا علمان خاطره دارم؟ از هر سال جشن میگیرن همیشه. درسته، من با ناظر عشق شدم. بهتری خاطر است. بله، حالا هی داشتم فکر میکردم خاطره همچین که بتونه جذب کنه مردم رو، هی فکر کردم کسی نه افتاده پاش شکسته در چیزی خاطره خوب. خاطره خوب، حالا خاطره خوب دارم. برای بار اول که در کلیساهای خودمون شروع، یعنی ایماندار شدم و اولین سالی که کریسمس رو جشن گرفتیم، ساعت 12 که قبل از اینکه 12 بشه چراغا رو خاموش کردن و این موبایل رو روشن کردن و بعضی موبایل داشتن، بعضی فندکاشون رو روشن کردن و
خیلی قشنگ بود، برام خیلی جالب بود. اصلا حضور خداوند رو احساس کردم. بعد یه سرودی داریم، هاللویا 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 هاللویا. اینو برای بار اول خوندم و مثل همین الانم گوزپام شدم. واقعا حضور خداوند رو احساس کردم، بسیار زیبا بود. میتونم بگم روز اولین کریسمس، اولین کریسمس ایمانی من که شروع شد، خیلی قشنگ بود، نمیتونم توصیف کنم. تا صبح نخوابیدم، این سرود رو هم بار اول شنیدم، بعد تا صبح این سرود تو مغزم هی داشت میگشت. فکر میکنم دیگه با خداوند بودم تا صبح. خیلی عالی بود، خیلی قشنگ بود. اینجا تو خونتون چیکار میکنید تو آمریکا؟ تو آمریکا خونه رو قشنگ تزیین کردیم. مهمون ها خواهند آمد بعد از روز خواهش میکنم باید بیایید. آماده، درمون بازه برای مهمون، ولی شب کریسمس فکر میکنم باید دور هم باشیم اگه اینجوری معلومه. ما کلیسا برنامه داشتیم، بله داشتیم، برای وقتی که عزیزان میبینن ما را درسته، ما خواهیم داشتید درسته، بعد این زمونا رو ما درسته، چون که تلویزیون محبت در اون روزها تعطیل هستش، ما از قبل این برنامه رو ترتیب دادیم که قشنگتر بشه. ولی واقعا برای شما که سالها برای خداوند خونده تو دست کور کلیسا بودید، گروه کور، و همونطور که میگید تجربیات مختلف در ارمنستان، در ایران و در آمریکا، دیگه نمیدونم کشور دیگه رفتید، ولی واقعا کریسمس برای شما چه معنی داره؟ وقتی به کلام خدا نگاه میکنید، تجربه شخصیتون کریسمس رو چطور میبینید؟ کریسمس برای من یه چیز، یعنی نوآوری، یه چیزی که جدید باشه. میلاد مسیحه، مسیح متولد شد، پس همه چیز نو شد، چیزای کهنه درگذشت. برای من این مفهوم داره. اگه امسال نتونستم کاری رو انجام بدم، موفق نشدم، کریسمس برای من یه در دیگه یه هستش که خدا برام باز میکنه به فیض خداوند، و میخوام که شروع کنم چیزی رو که در قلبم بوده نتونستم امسال شروع کنم. نشد، سال دیگه، امید ما بر خداونده. هر کریسمس برای من نوآوری داره. پس قلب خودم هم رو میخوام تفتیش کنم در کریسمس جدید، جدیدتر بشم. اگه فروتن نبودم، فروتن تر بشم. اگه اخلاقم اونطور که شایسته هست نبوده، شایسته تر باشه. به هر حال قلب رو خداوند میبینه و میخوام چیزی رو تازه آغاز کنم. آمین. چه پیغام قشنگی هستش. واقعا همینطوره. کریسمس نه فقط باعث میشه که ما بیاد بریم خداوند ما عیسی مسیح متولد شده، بلکه واقعا خیلی مهمه که ما یک فرصتی رو به خودمون بدیم در اون نوعی که خدا برای ما تنظیم که آماده کرده از قبل، بتونیم واقعا قدمی جلو بذاریم. و مطمئن نخواهر، ما در کلیسای خودمون و در کلیسای در واقع از طریق اینترنت و کلیسایی که در کشورهای مختلف داریم، یک فرمی هست ما هر سال میدیم در اختیار ایمانداران، و از اونا خواهش میکنیم پرش کنن و بنویسن که رویاشون برای سال جدید چیه. و ما بارها معجزات خدا رو دیدیم، چرا که کلام خدا در حبقوق باب 2 میگه که رویای خودتو بنویس. اون موقع بر سنگ مینوشتن، بر لوحا مینوشتن، و بعد در واقع طوری بنویس که قابل خوندن باشه و اجازه بده که خداوند عمل کنه. ما میریم با هم یک کلیپ نگاه میکنید، اتاق فرما من میگن برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود با خارانت تا آخر برنامه و مهمانه دیگه که خواهیم داشت. با ما باشید، جای نرید، برمیگردیم.
بله چقدر زیباست فصلی که ما بیاد میاریم کلمه خدا جس پوشید و در میان ما ساکن شد. کلام خدا میگوید که او در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. پر از فیض و جلال و راستی خدا رو ما دیدیم به توسط تولد عیسی مسیح. پیغام عیسی مسیح برای تک تک ما عزیزان اینه که او به دنیای ما آمد تا ما رو به دنیای خدا ببره. او به دنیای ما آمد تا سلامتی و آشتی و صلح و بهترین های خدا تو زندگی ما اتفاق بیفته. او آمد به دنیای ما تا ما کامیاب بشیم. او آمد تا اینکه غم رو به شادی تبدیل کنه. او به دنیای ما آمد تا اینکه دردهای ما رو برداره. و امروز همین خدا در بین ما هست. اگرچه ما هر ساله تولد او رو جشن میگیریم، ولی او دیگه یک نوزاد کوچک نیست که 2000 سال پیش به دنیای ما آمد. او از طریق یک زن به دنیای ما آمد، از طریق یک دختر باکره، تا اینکه مثل ما بشه، مثل ما زندگی کنه، در آخر ما بگه که چقدر ما رو دوست داره. ولی در نهایت اسم او زیباست، اسم او امانوئل هستش. امانوئل یعنی خدا با ما. امروز خدا در کنار شماست. اگه شما در روزای زیبا در زندگیتون غم و غصه رو دارید تجربه میکنید، به او بگید، بگید عیسی مسیح دل من شکسته، این مشکلی دارم، مطمئنم تسلی او میتونه اون درد رو، اون تراژدی رو تو زندگی شما جاش رو پر بکنه، چون این اراده خداست، چون این فکر خدا و برنامه خدا برای تمام دنیاست. کلام خدا میگه خدا اینقدر جهانیان رو محبت نمود که پسر یگانه خود را داد، او بهترین را داد. من و شما که ایرانی هستیم، من و شما که در این نسل زندگی میکنیم، به همون شکل خدا ما رو در اون رده جهانیان قرار داده که ما همین تجربه شینی داشته باشیم که خدا ما را دوست داره. آمین آمین. برنامه سیمای مسیح می‌بینید از شبکه محبت به مناسبت کریسمس سال 2011 و 1990، درست داشتم میگفتم 90 ایرانی، و در خدمت خواهر آنت، بله 1390، و همسر گرامی خواهر آزن شد. خیلی سرما خوردی ها؟ بله. اینجا که برف نیومده که. من گفتم حسشو داریم. من به آره من بعضی البته اینجا خیلی سرده برخلاف اون شومینه روشن. من به عزیزان گفتم ایلیا دعا کرد بارون اومد، میخواد من دعا کنم مثلا برف بیاد؟ آمین. من برف دوست دارم. چند روز پیش توی لک فورست برف اومد، یه قسمتش. آره. لک فورست در جنوب کالیفرنیا تو ایروینه. بعد خیلی جالبه، یه خیابون برف اومد دیگه نیومده بقیه خیابونا. اینه که نمیدونم اگه دوست دارید دعا کنم برف بیاد. یه وقت اون یکی با اسپری میریزه اون زره. ما چند شب پیش در کیسه آمریکایمون جشن داشتن و بعد ما رو دعوت کرده بودن و بعد وقتی رفتیم بیرون تو حیاط دیدی برف داره میاد. آره. و خیلی فکر کردم برفه. نگو اینا چون با از در واقع سینمای هالیوود آشنایی خیلی خوب دارن، اینا کرایه کرده بودن یا داشتن، از آسمون برف میومد. خیلی زیبا بود. از پشت ولی ما روز شنبه که اومدیم چمنا همه یخ بسته بود. آره. همون بود. کلیسای ما دعا میکنه برف بیاد. که یخ بسته بود. نه نه برف بود. برف. اما برفای مصنوعی که ریخته بودن همه جا، دیگه انقدر سرد بود این مونده بود تا شنبه و یک شنبه هم بودش. بله دیگه اینه دیگه. وقتی ایمان زیاد باشه برف هم میاد دیگه. بله فقط زمین کلیسا. نه با دستگاه درست کرده بودن. ولی واقعا یعنی من یادمه این موقع تو ایران، ما 17 سال هست در از ایران اومدیم بیرون، بیرون رفتیم، بیرونمون نکردن، بیرون کردن، بیرون اومدیم، یادمه که واقعا برفی میومد به حدی که واقعا رانندگی شاید دشوار میشد و سخت میشد، ولی بسیار خاطره انگیز بود. مثلا در شب جشن میگرفتیم تو کلیسا، اگه یادتون باشه، وقتی میومدیم بیرون میدیم مثلا در برف میاد، مثلا جریان 13 به در ایرانی هست. نمیدونم چرا هر 13 به در باید بارون بیاد، اصلا مردم پذیرفته بودن 13 به در نحسه و بعد بارون بیاد و فلان. ما نحسا رو به نام مسیح نهید میدیم، نحسه نمیخواد ولی بارون همیشه هوا خوبه. بله خب باره. چند تا سوال دیگه میکنم، ولی من میخوام اگه نازم بشه یک پیغام کوتاهی از همین تولد عیسی مسیح از شما هم بشنویم، این وقت هنوز که داریم بابا نوئل رو میخوایم ملاقات کنیم، مثل که بابا نوئل داره میاد، صدای تو گوش من میاد. آیه محبوبتون تو تولد عیسی مسیح چیه آنت جان؟ شما به عنوان هنرمند، حالا اگه مادر... آیه محبوب منو بگم میگین که بازم مثل ژیلبرت هر کی تو تخصص خودش داره یه چیزی. آره چرا نه. آیه محبوبم نوشتم که احیانا خرابش نکنم، حیفه. متی باب 2 آیه 13 رو نوشتم. ناگهان گروه بیشماری از فرشتگان آسمانی به آن فرشته پیوستند. آنها می سراییدند، خدا را در آسمان ها جلال باد و بر زمین در میان مردمی که خدا را خوشنود می سازند آرامش و صفا برقرار باد. آمین. آیه خیلی قشنگه، خیلی دوست دارم این آیه. به ارمنی خیلی قشنگ تره. به ارمنی چی میگه؟ حفظ نیستم. نه حفظ نیستم. آها. ولی خیلی قشنگ میگه. مربوطه از شما میخوام بگم ارمنی هم تبریک بگید جانم. فونکا تلفن داریم. بله. تلفن دوست عزیزی پای خط هستن. دوست آشوری.
آشوری هم؟ بله. صدای ما رو میشنوین، درود بر شما. بله میشنوم. شلم بله خون دختون از پایتون خلطو؟ وای. بله من یه دوست کلمه آشوری بردم. زمانی آشوری من خوب شد دوست عزیز که من شروع کردم بوشاله خوردن. وقتی بوشاله خوردم آشوری من راه افتاد. خیلی خوش آمدید، خیلی ممنونیم و خوشحالیم که یک هموطن آشوری داریم، خواهر عزیزی هستن. خیلی خوشحال میشیم که خوشحالیم که این برنامه اومدید. بفهمید عزیزان شما رو میشنون، تبریکاتونو بگید. خیلی ممنون، منم خوشحالم از اینکه این برنامه شما رو همیشه میبینم. به به. یکی از مشتاقان کانال محبت هستم. آمین آمین آمین، خدا شکر. میتونید به زبان آشوری به عزیزان هموطنمون و آشوریان عزیز تبریک بگید کریسمس رو؟ خوشحال میشیم. حتما حتما. اسممان بگم یا همینجوری فقط؟ هرچی دوست دارید دیگه، هرچی دوست دارید. انشمی هیلده درای اسلام که کل ابن اونتی مغه به ایدر به دیالت مارا نیشون شیخه و شیتخت تا بارو خوان که کل آتورای دنیا تلیهیوی شیتخت تا زی الپتریستر و یملیتا من برکات منتیتا که کل اونتی آتوره تا رابا عویتون بسیم تا درست گفتم؟ فکر میکنم. خیلی ممنون خواهر عزیز، من فهمیدم گفتید به همه آشوریان عزیز تبریک میگیم، ولی میتونید به فارسی هم همونو بگید اگه بشه، دوستان فارسی زبان هم بشنون که شما چی گفتید. تشریف دارید؟ چی شده؟ بله بفرمایید دوستان بدونم فارسی چی گفتید اگه میشه براتون، بعضی وقتا فارسی ترجمه کرده سخته. حتما حتما. با سلام خوشباسی میشتم هموطنان فارسی زبان. با سلام به هموطنان فارسی زبانم، عید میلاد مسیح و سال نو مسیحی را تبریک میگم و از خداوند متعال خواهنم که عیدی سالی پر از برکت داشته باشن. بله خیلی سپاسگزارم خواهر عزیز، ما دعا میکنیم که برای شما هم تبریک مبارک باشه، روزه خیلی خجسته داشته باشید، برکت خدا با شما باشه. به تمام فامیل ها و آشوریان عزیز تبریک میگم از طرف من و نازنین جان. خیلی ممنون. خیلی ببخشید که من کاش که میگفتیم فارسی قبلا تو آماده میکردم. ما سیمای مسیح سورپرایز میکنن. ما اینجا سورپرایز میشیم. خیلی ممنون. فقط میخواستیم بدونیم آشوری که گفتید این چی بود، گفتید معنیش چی بود. ولی خیلی عالی بود، مرسی که اومدید رو خط. ما مهمونامون ارمنی هستن ولی دوست داریم آشوری هم بشنویم. بله مرسی عزیزم. من دختر عمه کشیش بلدون اسحق هستم. درود به ایشون برسونید، بگید حتما از طرف ما. من متاسفانه ایشون از نزدیک هنوز ندیدم، ولی سالهای سال است که اسمشون رو شنیدیم و در وصفشون. بسیار تبریک بگید بهشون، یه روزی هم شاید تونستیم ایشون رو در استودیو داشته باشیم. خدا برکت بده خواهر عزیز، خدا نگهدار. خدا نگهدار. بابای بله اینه، ببین آشوری بلد باشی اینش خوبه خواهر. خب من مامانم آشوری هم، شما درگه هستید. بله ولی خب بابام غلبه کرده ارمنی. راست میگی. بابام مامانم رو برد ارمنستان که دقت کنه آشوریشو. این هم یکی از معجزات مسیح، آشوری با ارمنی ازدواج کنه. میگن یه بار یه عزیزی اومده بود یکی از کشیشان، گفته چطور میتونه یه آشوری با ارمنی یه جا بسازه؟ ما هر کاری هم بکنیم اتفاق نمیفته، غیر ممکنه، نو وی به قول آمریکایی‌ها. بعد اون شخص گفته بود میشه، گفته چطوری؟ یه قصر خون مسیح بذارید اون وسط اتفاق میفته. واقعا خدا رو شکر بر هر دو گروه. من نازنین جان برخلاف شما که در هندوستان بزرگ شدید، من تمام جوانی مسیحی خودم رو افتخار داشتم با آشوریا و ارامنه عزیز در واقع بزرگ بشم. و من اینو حتی به کلیسای سنتی که میرم میگم، میگم حتی اگه کلیسا سنتیه، میگم واقعا من خدا شکر میکنم برای وجود شما عزیزان، برای اینکه سالهای سال در ایران، اقلا بیشتر از 1400 سال، در همون 2000 سال گذشته وجود نعیزان شاید هم مثل نه خورد شده بوده، ولی بوده و یک فرهنگ تقریبا مسیحی رو به جامعه تونستن نشون بدن. و من دعا میکنم که در این سال جدید بسیار از آشوریا و ارامنه عزیز عیسی مسیح خداوند رو کاملا تجسم شده تو زندگی خودشون ملاقات بکنن و برکت بگیرن. این افتخار بزرگی که ما هم در کلیسای خودمون آشوریا و ارامنه رو داریم و واقعا خدا رو شکر میکنیم. و کار قشنگ مسیح اینه که مردم رو از هر قبیله و نژاد جمع میکنه. میگن اون مجوسیانی که از شرق اومدن شاید ایرانی بودن،
و وقتی اونا میان شاید خب حالا به اون شکل ارامنه یا آشوریا یا ملت دیگه عیسی مسیح رو تجربه نکرده بودن و مسیحیت یه قدمت خیلی قدیمی داره در ایران و شاید بشه بگم از همون ابتدای میلاد مسیح و من واقعا خدا رو شکر میکنم که امروزه ما شاهدیم که هزاران هزار فارسی زبان به عیسی مسیح ایمان میارن و در واقع اون رو تجربه میکنن. خب قبل از که بریم کلیپ دیگه نگاه بکنیم، شخصیت شما چیه؟ شخصیت مورد علاقه شما تو میلاد مسیح؟ شخصیت مورد علاقه هم شمعون پیر که خدا براشون آشکار کرده بودن تا موقعی که مسیح رو نبینی چشم از جهان نخواهی بست. و خوشا به حال شمعون مسیح رو میبینه، خوشحال میشه، صلح و آرامش میاد، بچه رو میگیره بغلش و او رو ستایش میکنه. برای ما هم دیر نشده به نظر من. میتونیم همین کریسمس رو مسیح رو به عنوان یه طفل عزیز که باید زندگی ما رو عوض کنه و از طریق ما زندگی دیگران رو عوض کنه، مسیح رو به آغوش میکشیم و میگیم خداوندا تو را میستایم، تو را میسرایم و میخوام که چیزی جدید در من آغاز کنی. بحبه. من از شمعون یاد گرفتم. خواهر شما خوب موعظه میکنی. من تا ندیدم کسی بگه شمعون. همه میگن مریم، یوسف، فرشته، چوپانا، ندیدم ستاره شناسا و یه چیزی در وجود من هست. خیلی قشنگ بود. بعضی جاها که میریم بعضی اشخاص همیشه معروفن. همیشه بالا هستن. بعد اون پایین که آشنا میشیم، میونبر میریم، میبینیم یه چند نفر پایین هستن که معروف نیستن ولی خیلی میشه گفت شاید بهترن، شاید قشنگترن یا کارشون بهتره. برای همین توی کتاب مقدس موقعی که مرور میکنم، نمیدونم چرا بعضی مواقع اسمایی که بیشتر به یاد نمیاد به نظر من خیلی بزرگ میرسه. سعی میکنم اسمایی که زیاد تلفظ نمیشه رو روی صفحه بیارم. آمین. هر کسی شخصیت خودش رو در خداوند داره. بله. بتونیم همه رو یکسان ببینیم. آمین. بسیار پیغام قشنگه. دوستان عزیز، میریم با هم یک کلیپ دیگه نگاه میکنیم. کریسمس شما مبارک باشه. دعا میکنیم که روزهای بسیار شادی رو در حضور خداوند تجربه کنیم. با ما باشید. برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. جای نرید. بله، میلاد خداوند ما عیسی مسیح، تجسم خدا بر زمین، بر تک تک شما مبارک باشه. امیدوارم که هر جای دنیا هستید تا این لحظه بهتون خوش گذشته. چه فرشته خوشگلی بودن. آره، همه زردم بودن. بله، بسیار عالی هستش. همونطور که می‌دونید در خدمت نازنین خانم گل ما و خارانت هستیم که در واقع از عزیزان خداوند هستن. چی دارید برای ما بگید؟ خدا رو شکر. دستتون تو کتاب مقدسه. خب ما همیشه یه چیزی داریم از کلام. خدا رو شکر من این ایام کریسمس رو واقعا دوست دارم. واقعا لذت میبریم در این ایام. چون پیام خوشی رو به ما میگه که خدا انسان شد. خدا به دنیای ما اومد. و تو این ایام همطور که گفتیم بیشتر ایرانی ها ارمنی آشوری ها رو میشناسن که مسیحی هستن و اینا، ولی چقدر مهمه که ما بدونیم که مسیحیت از خود همون شرق اومده و کسی مسیحی به دنیا نمیاد. اینو ما هر بار به دوستان ایرانی تاکید میکنیم که مسیحیت یک انتخابه. یک از صمیم قلب هر کس
حتی اگه ارمنی باشن باید انتخاب کنن که پیرو مسیح باشن. و در این ایام ما میبینیم که سه تا مجوسی، من این مجوسیان رو خیلی دوست دارم چون زرتشتی بودن، چون میگن زرتشتی بودن، ولی قشنگی مجوسیان به اینه که انتخاب کردن که برن نجات دهنده رو پیدا کنن. رویا رو دیدن، پیغامی شاید شنیده بودند و گفتن که ستاره ای، دنبال ستاره ای برید و اونجا نجات دهنده رو پیدا میکنید. و این کار رو کردن، تصمیم گرفتن که برن و اون نجات دهنده رو پیدا کنن. حتما دوستان عزیزی هستن که دنبال نجات میگردن. شما شهیده بودید اینا خیلی ثروتمند بودن؟ بله ثروتمند بودن. چیکار کردن با اون ثروت؟ شاید سالها تو راه بودن. بله مدت زیادی، مدت زیادی تو راه بودن، شاید به کسای دیگه برمیخوردن و متوجه میشدن که نه این نجات دهنده نیستش. نمیدونیم، کتاب مقدس زیاد توضیح نمیده، تاریخ توضیح نمیده، ولی خیلی از ما داریم دنبال میگردیم، دنبال نجات میگردیم، دنبال حقیقت میگردیم. و اگه گوشامونو باز کنیم، اگه دنبال نور خدا باشیم، خداوند حتما نشون میده. آمین. اون ستاره رو حتما به ما نشون میده، اون بله. نور رو و نجات دهنده رو حتما به ما نشون میده و ما میتونیم قلب هامونو به خدا بدیم. آمین. بزرگترین ثروتی که ما داریم اون قلب ماست، وجود ماست. مجوسیان با طلا و نقره و اور و کندر و این چیزها اومدن، چیزهای خیلی گرانبها بود. بله. ولی بالاتر از هر چیز خداوند وجود ما رو میخواد، خداوند دل ما رو میخواد، قلب ما رو میخواد، میخواد که اون رو انتخاب کنیم. نجات دهنده رو، خدای حقیقی که انسان شد، اون رو انتخاب کنیم. دیگه جستجو نکنید در این مذهب، اون مذهب، در مدیتیشن، در کارهای دیگه. خدا رو که تجسم یافت او رو بپذیرید. آمین. من این واقعا این پیغام کریسمس هستش. آمین. که نجات دهنده، خبر خوش اینه که عیسی تجسم خدا وارد دنیای ما شد. منم بگم چی دوست دارم؟ بگید. آره برای من خیلی یوسف خیلی شخصیت خوبی، همه شخصیت ها در اونجا وقتی حضور دارن هر کدوم معنای خودشو داره، زیبایی خودشو داره. ولی من داشتم این فکر رو میکردم در اون فرهنگ بست مذهبی در اون زمان چطور یوسف میاد به عنوان یک مردی که با یه دختر جوانی نامزده قرار هم ازدواج کنن، یه دفعه میبینه که خانم، دختر خانم باردار هستش. مسلماً اگر فرشته خدا مریم ملاقات یوسف رو ملاقات نمیکرد، هضم این مطلب خیلی سخت بودش، آسون نبودش. ولی یوسف میسته چون صدای خدا رو گوش میکنه. اون چیزی که هر ایرانی امروز به نظر من به عنوان یک هموطن دارم میگم بعد واقعا براش مهمتر از این باشه، ما میخوایم خدا رو خوشنود کنیم یا میخوایم انسان رو خوشنود کنیم؟ یوسف تصمیم میگیره خدا رو خوشنود کنه. کافی بود که یوسف بگه نه، من نمیخوام این دختر چرا اینجوری شده، باور نکنه. مثل خیلیا که واقعا به ظاهر قضیه نگاه میکنن. درسته که یوسف به نظر من یک مرد خدایی بود که کلام خدا رو خوب بلد بودش، اینا تصورات ما البته، که میتونه یه همچین چیزی رو حذف بکنه و با مطمئنم بریم در آسمان یک جایزه بزرگی رو یوسف دریافت کرده. این یوسف بود که در واقع میبینیم عیسی رو بعد از تولدش تو اون همه خطرهایی که از اون عبور کردن پدری کرد، به عنوان یک انسان مواظب این بچه بود، برای اون مهیا کرد. من نه اون طلا و نقره‌ای که شاید مجوسیان آوردن، خب قد زیاد بود که اونا یه لشکر سرباز همراهشون بوده احتمالاً. چیکار کرد با اونا میدونید؟ و مسلماً بعضی میگن در این سفری که بعداً خداوند میگه که یوسف بچه ورد و برو مصر، چون هیرودس میخواست بچه‌ها رو بکشه، مسلماً از اون پول استفاده کرد. و نه فقط همون، در اون کاراکتری که روی عیسی میاد، ما از 12 سالگی دیگه از قبل، یعنی لوقا میاد میگه به مسیح دنیا اومد، بعد میره 12 سالگی میگه عیسی مسیح در نزد خدا و در واقع انسان‌ها با در قامت و رضامندی روش میکرد. و بعد که خبر نده تو 3 سالگی یه دفعه ناگهان مسیح میاد. کلام خدا ادعا نمیکنه همه چیزو نوشته، ولی تو اون چند ساله واقعا یوسف چه برخوردی داشت، چه نمونه‌ای بودش برای من. به نظر من میشه خیلی چیزای عالی از یوسف یاد گرفت به همراه. مسلماً نقش خانم‌ها اونجا مهم بوده، حتماً الیزابت یا الیسابات مادر یحیی نقش داشته اونجا، فامیل‌ها
و برخلاف اون جریان مذهبی که اونجا وجود داشته. بس ما انسان‌ها، من فکر می‌کنم خیلی فکر خوبیه که اینو یه لحظه فکر کنی، واقعا تصمیمونو بگیریم. ما می‌خوایم که با خدای زنده ارتباط داشته باشیم، یا می‌خوایم به مذهب مرده دروغین که هی راجع مرده‌ها و غم و غصه صحبت می‌کنه. خدای ما خدای شادی هستش. آمی. خب آیا جان نمی‌خوام ساکت بشین. شما ارمنیتون شنیدم خیلی قویه، میخواید به ارمنی به عزیزان ما یک پیام بدید؟ عزیزان به ما که نمیفهمیم ولی خدا رو شکر میکنیم. حالا هرچی خواست دلم میگم دیگه. دیگه من نمیدونم. اگر درد دل دارید اونو بذارید بریم. نه درد دل ندارم، خدا رو شکر همه چیز آرومه. همه چی آرومه، خدا رو شکر. ایم آمنا باری مختنت نرس اوغومه مرسیرلی های کریستونیا آزگین یو اوتار آزگرین وچ میتار بروتیون Թող Քրիստոսը մտնի ձեր սրտերի մեջ, թող նոր տարին ձեզ համար ամենաբարի, խաղաղ և քաղցր տարին լինի։ Սիրենք միմյանց, որովհետև Աստծո պատգամը սա է։ Քրիստոսի ծնունդը ձեզ շնորհավորում եմ ի սրտե և ցանկանում եմ, որ լինեք ամենագեղեցիկ և ամենափայլուն տարվա մեջ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ شما چی فهمیدید؟ آمین آمین آمین. من فقط آمین شما. فقط نگین ترجمه کنم. کریستوس رو فهمیدم. شما روسی هم بلدید؟ روسی نه. متاسفانه یاد نگیم. یه دونه آخچوم آخچو چیزی برای رسی کوچولو. نه فقط زدرست بیتی سلام. این چی بود که اینگه میگیم یعنی چه؟ این یعنی سلام. سلام آه سلام. خب درود بر شما. من فهم میکنم ما واقعا در برنامه سیمای مسیح وقت زیادی بذاریم، باید وقتا به زبان ارمنی حتی به آشوری برنامه خودش. صدای چی میاد؟ شما میشنوید؟ او اومد ها رسید ها؟ آخه چون کی داره میاد؟ بابا نوئل داره میاد؟ صداشو داره میشنویم شما؟ بابا نوئل عزیز ما داره میاد، به 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 با دست پر بچه بابا نوئل داره میاد، صداش هم اومد، به 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 به. این هم بابا نوئل پارسال نیست؟ بابا نوئل پارسال؟ آره آره خودشه. بابا نوئل خوش آمدی. بشه داره روسی حرف میزنه سلام حال شما، سلام بینندگان عزیز، سلام برادر لطان، سلام خانواده، سلام برادر بابا نوئل، درود بر شما. اسم منم بلده، برادر لطان، برادر خانوازنی. خوش مورد تو فیسبوک شما خیلی بهتر میزنم عزیزم. بابا نوئل فیسبوک داره. ببینم برنامه سیمای مسیح هم نگاه میکنید شما؟ بله البته، موقعی که اینترنت واسه به دهتون نگاه میکنم. چه بابا نوئل پیشرفته، این های تک هم هستش. شما تو اون قطب شمال دارید سیمای مسیح نگاه میکنید؟ بله البته همینطوره. ولی بابا نوئل جوانتر شدی یک کما. بله خب میدونید چشاتون جمعو میبینه، ما همون بابا نوئل همیشگی هستیم. آخه جانم یه خودم لاغر شدی مثل اینکه. بله خب میدونید مقدار مشکلات اقتصادی موجود میشه که ما یه مقدار کمتر بخوریم و به فکر بچه های عزیز باشیم. یعنی کباب دیگه پیدا نمیشه اونجا؟ آه همشون یخ زدن نایدن. چه بابا نوئل باحالیه. بابا نوئل ولی اومدی صدای گوزات نیومد دوباره امسال، نکنه باز دوباره با چیز آوردن لیموزین؟ والله عزیزم فقط من تونستم یه دونه گوز بیارم. چرا؟ برف زیادی اومده بود، همشون خسته بودن، دیگه مجبور شدم با یه دونه بتونم بیارم. گوزه چقدر خسته شد الان. آره بابا نه یه سال کجا بودی آخه؟ میری دیگه پیدات نمیشه، میری سال دیگه میای. جریان چیه؟ سال به سال پیدا میشه. بله ما کارمون اینه عزیزم، ما یک سال زحمت میکشیم میایم بتونیم در سال نو مسیحی بتونیم بیایم برای تلویزیون، برای جلوی دوربین بچه های عزیز رو ویزیت بکنیم و اونا رو از ویزیت بکنیم. انگلیسیش هم خوبه، ویزیت بکنیم. بله بله خدا رو شکر، خدا رو شکر. برای بچه ها چه پیغامی داری؟ بچه ها خیلی شما رو دوست دارن. بله البته برای بچه های عزیز، همینطور که میدونید بچه های عزیز همین در این ایام مبارک و میلاد سال میلاد مسیحی، پیغام میلاد عیسی مسیح هست و برای بچه های عزیز میخوام این پیغام رو بدم که مسیح برای ما به دنیا آمد و تا بتونه زندگی ماها بچه های عزیز رو برکت بده و اونها رو در شادی خود عیسی مسیح
انجام بده. عجب واعظیه. بابا نکنه پارسال تالا رفتی دانشگاه تا مقدس درس خوندی ها؟ دیگه عزیزم مشکلات اقتصادی باید همه کار بکنی. من اگه بتونم خاطر مشکلات اقتصادی رفتی الهیات خونده. کدوم دانشگاه درس می‌خونی کتاب مقدس؟ این سیکرت بعدم به تو خواهم گفت. اگه اسپانسر چیزی می‌خوای برای درسات بگو، اسکالرشیپ چیزی برات جور کنیم. بله ان شاءالله در برنامه آینده هم چه مشکلی رو حل خواهیم کرد برادر. جزء هدیه هست. چقدر باحال شده این بابا نوئل ما امسال. از پارسال تا حالا کلی یاد گرفته، رشد کرده. نکنید تو برنامه دیگه چیز مسیح هم شرکت می‌کنی بدون ما. شما کپی رایتت بالا ماست. برای این مشکلات بعد دوربینه، پشت دوربینه انشاءالله بتونه حل بکنه براتون. من پول میخواد، پول میخواد، یه پشت دوربینه حل بکنه. خب بابا نویل، کجا بودی تو این چند وقت شهیدم رفتی و نمیدم مثل که مجوسی ها رو دیدی، یه چیزایی به من داشتم میگفتم پشت. بله، در موقعی که داشتم میامدم این پشت کود دیدم مجوسان دارم با هم دیگه صحبت میکنم. عجب حس فضولی من باید شد که برم نزدیک اونها رو ببینم و ببینم چی میگوین. آها میگوین. میدونستی چی میگفتن؟ چی میگفتن؟ از تولد نوزادی داشتن خبر میدادن. زیر آسمان، زیر ستاره نور بسیار بزرگی بود و درخشش ستاره پیغام میلاد مسیح را میداد. آفرین. این بابانه فکر کنم ارمنستان رفته لحجه پیدا کرده یکم توی چند وقته. خدا رو شکر براتون. خب البته بگم ما سیتیزن هستیم و همه جای دنیا میتونیم. سیتیزن کجای شما؟ سیتیزن آسمان. آها این سیتیزن شده تازگی ها. آره نه شما بابا بونه سوال چیزی ندارید؟ خیلی بامزه است. سیتیزن کجا هستیم نفهمیدیم. برای این بعد هم خواهی میگه بهتون میگیم. این خواهرانه چی ازش میترسه اینجوری نگاش میکنه بابا نویل. خیلی بزرگه. خیلی بزرگه. بابا نویل ما هیچ وقت نپرسیدیم شما زن بچه هم داری هستن؟ یا اصلا زندگی تو گذاشتی فقط برای همین کار؟ برای بچه هم زندگی فقط برای بچه هاست. برای شادی کردن بچه هاست. آخه سنش هم یه جوری است که واسه زن بگیریم دیگه ازش گذشته دیگه. آره چشکال داره. بابا نویل نه بابا نویل فقط زندگیش وقف بچه هاست. بچه های کوچولو. بله. خیلی بابا نویل رو دوست دارم. میدید چرا؟ چون همیشه کادو میاری. بله. همیشه دست پر هستی. حالا قبل است که کادو بگه بابا نویل شما این همه این ورگار رفتی چند سال تله تله فکر کنم یه 800-900 سال داری. خاطره چی داری؟ هزار سال داره. چه خاطره از این کریسمس ها داری؟ این ورگار میچرخی خاطره یادت میاد بگی به ما؟ خاطره که زیاده عزیزم، ولی بهترین و شیرین‌ترین خاطره اونه که ما بتونیم دل کودکان و بچه‌های عزیز رو با دادن هدیه ها شاد بکنیم و نوید میلاد مسیح رو به اونها گوشزد بکنیم و به اونها بگیم که خداوند اونها رو خیلی دوست داره و بهترین هدیه ایمان به خداوند عیسی مسیح. آفرین. خب شما هیچ وقت ایران هم رفتی بابا نوئل؟ آرزوی بزرگترین آرزو من رفتن به ایران در خانه های شما. میتونید بری ولی شاید بر نگردی. نه با ما کاری ندارم و امیدوارم که بچه هایی که در ایران هستن همیشه شاد و خندان باشن و لبهای بسیار زیبای اونها برای شادی همیشه باز باشه. به به. بابا نویل از اون موقع که مسیح به دنیا آمده شنیدتون داستان واقعی مسیح، هیچ وقت از هیچ شخصیتتون داستان خوشت اومد؟ میدونی همه راجع به آدم ها صحبت میکنن ولی غیر از آدم ها کسی دیگه هم بودن اونجا وقتی مسیح به دنیا آمد. آیا خاطره از کسی شخصیت خاصی رو شما در نظر دارید؟ سوالای سخت میکنه. به صرفش نیستش. شخصیت های مختلف در کتاب مقدس بهترین نشانه ها این است که ما بتونیم نوید عیسی میلاد عیسی مسیح را در زندگی خودمان نشون بدیم و هر روز ما میلادی باشه برای زندگی بهتر. آفره. در کلام خداوند عیسی مسیح. ببین هر چی میپرسیم ما میگیم خاطره بگو ایران رفتی، دوباره ربطش میده به عیسی مسیح. چه بابا نوئل ایماندارت شما نه؟ بله. تعمید آبم گرفتی تو آلاسکا؟ بله خیلی سرد بود ولی تونستم تعمید بکنم. من حاضرم تعمیدت بدم امسال اینجا. هم نازنی میتونه تعمید هم من چون کشیش شده. حالا ما به کالیفرنیا یا ریاض عادت نداریم و اعتماد هم نمی کنیم. دلش
خونه از کالیفرنیا. بابا کادو چی آوردی واسه ما؟ ولی پارسال که چرا پارسال که بهتون کادو ندادم ولی دلم سوخت امسال تنظیم گرفتم که بتونم بهتون کادو بدم. ولی متاسفم فکر کنم کادوی شما یادم رفته. هیچی با من چپ ها. خب ما یه سال مثل این که بابا نوه یه سال تو محبت خدمت کردیم، ما یه کادو هم به ما بده. نه خواهش میکنم این برای خواهر نازنینه. بیا خواهرز بیا بهترین ها برای خواهر نازنین. چی هست؟ شیرینیه؟ چیه؟ سنگینه؟ چیلیه؟ بردار الاتان دل شما رو نمیش کنم ولی این کادو هم نتوان بهتون میدم. بابا یه آیپد دیگه این حرفا نداره دست شما. خواهش میکنم ولی برگردونی برگردونی. کفشه این خالیه که خالیه که بابا رو بردی. خواهش میکنم دلتون پر بشه عزیزم. آقا این کادو خالی عزیزان. باشه دست شما بابا نکنین عزیزم. هرچی از دوست رسد نیکوس. خوارانه چی؟ یادش رفت. فامیل دیگه بابا خوارانه دیگه؟ من با خوارانه شیر میکنم. بله همینطوره. خب بله خوارانه بیتر میتونن. مرسی. ولی بابا ننیا کنه سیمای مسیح چقدر برنامه خوبه. شینی میدیم خدمت شما. خوشمونم من دایت هستم متاسفانه. دایت چیز گرفته حالا شما که اینجا تشریف دارید. خب بابا نویل یک پیغام کوتاهی هم بده، تبریک بگو به همه عزیزان ارمنی ما، آشوری ما، فارسی زبان ما. ما از جنوب ایران تا شمال ایران، از شرق تا غرب خیلی ها هستن که امسال به عیسی مسیح ایمان آوردن. برنامه سیمای مسیح خیلی نقش مهمی داشته تو این قسمت. میخوام شما یه تبریک بهشون بگی و دیگه برو که دیگه جای دیگه دیرت نشه. حالا برای ما که جمع خالی آوردی. حالا من باید جای دیگه هم برم و شبکه دیگه نریا عزیز که این برنامه رو بیننده این برنامه هستن، برای اینها آرزوی بهترین ها رو در سال جدید میکنم و امیدوارم که بتونن در کنار خانواده خودشون و ایمان قوی که دارن به عیسی مسیح کانون گرم خانوادهشون رو داشته باشن و ایمان به خداوند رو یادشون نره. شادی کردن با خداوند، شادی کردن و تمام نعمت ها را در خانه آوردن هست. آفرین بابا نه دندون تو کشیدی؟ یه خود صدات چیز شده؟ صدام خسته شدم برای یه خسته شدم. مرسی بابا نه جان اومدی تو برنامه سیما مسیح. سال دیگه میای دیگه ها؟ امید خدا اگه ویزا بدن چشم. ویزا برات میگیرم. شما من الان خیلی ها منتظرم و بسشون ویزا بگیرم و شما بگیریم. دوستان عزیز میریم با بابا نوئل عزیز وقتی میذاریم. شما یک کلیپ دیگه نگاه کنید برمیگرد در خدمت شما خواهیم بود. جایی نرید با هم دیگه خواهیم بود. خب بابا نوئل جان خدا را شکر. هللویا. یک سال سپری شد. امروز در روز بسیار عزیزی در خدمت شما عزیزان هستم. روز میلاد عیسی مسیح. روزی که زندگی منو عوض کرد. این روز رو با صمیم دل به شما تبریک میگم. با آرزو میکنم که عیسی مسیح در دل شما تولد پیدا کنه. و تمامی هدایای آسمان و تمامی زیبایی آسمان رو به دل شما بیاره و بهار آسمان در زندگی شما آغاز بشه و همچنین شما عزیزانی را که مسیح سرور شما است و دل به مسیح داده اید. دعا می کنم که این روز بهارش بیشتر از پیش در دل شما شکوفا بشه و به شما کمک کنه که هر روز بیش از پیش نور و نمک عیسی مسیح باشید. روز تولد عیسی مسیح بر همه شما مبارک باد. بیریل گشته این دسیزین خدمت زدیم
bir aziz gündə sizin xidmətinizdəyəm. Məsihin doğum günündə. Mənim üçün bu gün çox-çox dəyərlidir. Və bu əziz gündə ürəyimin sözlərini sizlərlə araya qoymaq istəyirəm. Bu gündə sizin üçün xoşluq istəyirəm. Məsihin baharın, yazın ürəklərinizdə istəyirəm. Arzu edirəm ki, Məsih sizin ürəyinizdə که این فرصت رو ما دادن و در یک سال گذشته در خدمتشون بودیم. دوستان عزیز، کریسمس بر شما مبارک باشه و دعا میکنیم دوستان نوع خیلی زیبایی داشته باشید در کنار خانواده پر از صلح و آشتی. عزیزان، سالی که گذشت به من گفتی چی بگیم؟ من میخوام به شما بگم چی بگیم. سالی که گذشت حقیقتاً سال خیلی پرفراز و نشیب بود. در سال گذشته خیلی از کشورهای مختلف در خاورمیانه واقعا پر از مشکلات و سختی ها و درگیری ها و مسائل مختلف بودن. خود ما هم از فراز و نشیب های مختلف عبور کردیم. ما از یک شهری بعد نقل مکان میکردیم به شهر دیگه. در خدمتمون خیلی مسائل مختلف اتفاق افتاد و مطمئنم که بینندگان منم با من هم صدا خواهم بود که و خواهم گفت که واقعا در زندگیشون خیلی چیزها رو تجربه کردن. خیلی چیزها خوشایند بود، خیلی چیزها ناخوشایند بودش. ولی یک چیزی میخوام بگم و اون اینه که وقتی به میلاد مسیح نگاه میکنیم که دو روز پیش در واقع اتفاق افتاده، وقتی عزیزان این برنامه رو نگاه میکنن، وقتی به سال نو میلادی نگاه میکنیم، یک چیزی در اون نهفته است که شما اشاره کرد ابتدا بهش، ولی من میخوام یه مقدار با هم مشورت کنیم راجع به موضوع تا کلیپ های بعدی رو هم نگاه کنیم. و اون اینه که در میلاد عیسی مسیح وقتی ما نگاه میکنیم و سال نو میلادی که نگاه میکنیم، تفاوت عمده و خیلی بزرگی که وجود داره اینه که این نوید برای یک مسیحی وجود داره، برای کسی که قلب و زندگیش رو به عیسی مسیح میسپاره و با او زندگی میکنه، که هر روز اون روزی است که خداوند ساخته، روزی است که خلقت تازه در اون صورت میگیره. میدونید شما نگاه کنید 2000 سال از این تولد گذشته، اگرچه در ادیان مختلف تولد مختلفی رو مردم جشن میگیرن، ولی هر بار که دنیا، حتی دنیای بی خدا مثل روسیه، شاید شما بتونید اگر تصدیق بکنید اینو که در کشور ارمنستان بودید، شاید سالها چیزهای شنیدید و کشور غیر وسیع، وقتی به میلاد مسیح میرسیم، وقتی به سال نو میلادی میرسیم، مردم یک شور و شعفی دارن. شما نگاه کنید خیلی ها میلانن از اینکه وضع اقتصادی خرابه، ولی وقتی کریسمس که میشه یا یه هفته مونده، دو هفته مونده، تمام خیابونا شلوغ میشه، همه دارن میرن خرید کنن. نمیدونم توی مال ها و فروشگاه ها واقعا مردم پول از کجا میارن که بخوان خرید بکنن، با این علم به اینکه مردم میگن ما مشکل داریم. چرا؟ برای اینکه در اون یه پیغام زنده وجود داره، پیغامی که واقعا به قلب‌ها یک نوید تازه رو میده. من هفته گذشته در برنامه قبلی با هنرمند عزیزمون بودیم، برادرمون سعید، دوست عزیز ما، و ایشون یک چیز زیبایی در انتهای برنامه گفتن و اون این بود که وقتی من این آهنگ رو میخوندم، درخت بی سایه فکر کنم اسمش بود، وقتی من اینو میخوندم هیچ سایه، هیچ امیدی، هیچ شادی تو زندگی من وجود نداشتش، ولی وقتی که امروز ایشون صحبت میکنه، همونطور که اینجا نشسته بودن با ما مصاحبه میکردن، انگار یک انرژی، یک دید تازه به زندگی پیدا کردن، یک فکر دیگه. شاید آدمایی که میرسن به اعتیاد، آدمایی که میرسن به انتهای خط زندگیشون، وقتی با مسیح ملاقات میکنن میتونن این شهادت بدن که من دیگه نمیخوام بمیرم. من یادمه که وقتی 16 سالم بود گفتم اینو در این برنامه، من داروی عکاسی خوردم، دیولپر که درش سیانور وجود داره، و میخواستم از این دنیا برم بیرون. کاملا دل شکسته، کاملا از زندگی ناامید بودم و آر ندارم که اینو بگم که خداوند در زندگی من چه کرد. حتی به کلیسا وقتی رفتم مردم آزاری کنم، من نرفتم مسیحی بشم در کلیسا. و در اونجا بود که وقتی راجع به تولد عیسی مسیح شنیدم، دیدم مسیحا چقدر خوشحالن، چقدر تو کلیسا شور و شعفی وجود داره، تئاتر هستش، سرود هستش، با هم گل میدن، با هم کادو میدن. گفتم خداوندا اون چیه که اینا دارن که من ندارم؟ و این نوید خوش رو خداوند وارد زندگی من کرد، این پیغام خوش رو که هر 30 سال گذشته، ما تقریبا 29 سال خورده، هر 30 سال گذشته من یک شور و شعف جدیدی در کریسمس داشتم. زمانی بود که آره جان، ما در ترکیه بودیم، رفته بودیم معسل، یک سال موندیم و بچه‌مون رو تازه از دست داده بودیم و فکر می‌کنم اگه اشتباه نکرده باشم و جشن کریسمس اونجا می‌خواستیم، کلیسایی که الان هم برقرار همچنان در ترکیه، و کسی نداشتیم، نه خواهر، نه مادر، نه پدر. سال اول ازدواجمون بودش، ولی
بیادم برف میمد چقدر زیبا بود. پناهنده های کشور کویت که عراق بهشون حمله کرد در زیر زمین کلیسا در چیک وضعیت خیلی بدی زندگی میکردن و ما یه اتاق کوچک داشتیم، من از یک مبلی بود که شبا بازش میگم روش میخوابیدیم. ولی اون کریسمس امروز من نمیدونم برای شما چطور بود که بچه‌مون از دست دادیم، یکی از قشنگترین خاطره برانگیزترین کریسمس های زندگی برای من. میدونی چرا؟ برای که برخلاف اون اتفاقات سختی که برای ما افتاده بود، اون نوید، اون خبر خوش، اون پیغام شیرین کریسمس به ما شادی و شور و شعف میدادش. و من میخوام به بینندگان عزیزم بگم، شاید شما نشستید این برنامه نگاه میکنید میگین آقا کجا نشسته اونور دنیا با این کت و شلوار و لباسش، صداش از جای گم در بیادش. بله صدای من از جای گم در بیاد چون خداوند در قلب و زندگی من هستش، ولی همه خدایی که امروز من نوید داده، آرامش داده، خوشی داده، میتونه به زندگی شما بده، میتونه زندگی شما رو دیگرگون بکنه. کافی بهش اعتماد کنید. عیسی رو یک بیبی نبینید که در آخری به دنیا آمده، عیسی رو ببینید خداوندی که بر مرگ غلبه پیدا کرد، خداوندی که با ورودش به این دنیا نجات دهنده‌ای که با تولدش بر این دنیا، تجسمش در این دنیا تاریخ رو عوض کرد. دوستان عزیز کدوم فرد رو میشناسید که با تولدش تاریخ رو به دو قسمت تقدیم بکنه، قبل از میلاد و بعد از میلاد؟ این همه خداییست که وقتی بزرگ شد در کوچه اورشلیم راه رفت، مردگان رو زنده کرد، مریضان رو شفا داد، به زندگی مردم امید بخشید. امشب و امروز میتونه در زندگی شما این کار زیبا رو انجام بده. آمین. هللویا. خدا رو شکر برای عیسی مسیح. حقیقتاً عیسی مسیح تنها جوابه. کریسمس ها میاد و میرن، میدونی، ولی عیسی مسیح دیروز و امروز تا ابد همانه، عوض نمیشه. آمین. و همون سالهای گذشته که در کریسمس خدا مهیا کرد برای من و شما، وقتی که هیچی نداشتیم خداوند چه شامی خوردیم؟ بله کوکو سیب زمینی بود. آره و حتی یه بار یادت یک دوست کره‌ای داشتیم که برای ما یه دونه مرغ آورد، اونجا خیلی گرون مرغ بود. یادم نمیاد. ولی همون خدا که سالهای سال مهیا کرده، امروز نیز میتونه برای شما عزیزان مهیا کنه، میتونه شما رو برکت بده در هر وضعیتی که هستین. خداوند عوض نمیشه. همطور که خواهرمون آنا چقدر قشنگ گفتن که نه آنت نه آنا آنی بله 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 همه آنن. خدا رو شکر چقدر قشنگ گفتن که دعا میکردن به عنوان در همون کوچیکی، در همون سادگی دعا کردن که خداوند مهیا کن و یک سبد پر از همه چیز براشون پشت در بودش. و خدای خدا ما خدا در قلب این که بذار شب کریسمس پشت در خونه ما یک سبد بزرگ بذاره. چرا نه؟ بله. خداوند خدا میخواد پدره و لذت میبره از هدیه دادن به فرزنداش، به بچه‌هاش. کریسمس همش راجع به گیفت دادن هستش و بالاترین گیفت و هدیه رو خدا داده به ما و اونم عیسی مسیح. آمین. آمین. بله. بعد از این همه مشکلات که شما طی کردین، یه ذرهش بود. یه ذره خیلی سخته البته همه یه ذره. بله. ولی چیزی از درون میگه که چون امیدت بر من بوده. آمین. من تو رو به جاهای گرمترم خواهم بود. اگه به بینندگان عزیز که میگیم جای گرمی نشستیم و صحبت کردیم، نه زیاد گرم نیست. پشت سر چیزهای خیلی سختی رو آدم میگذرونه و انتهاش با عیسی مسیح نشستن در یک جا گرمه. در هر جا که باشه. آمین. خدا آمین. شما رو برکت بده. آمین. خیلی آمین. سخته دریافت میکنیم و امیدوارم و امیدم بر عیساست که شما رو در جای مرتع تر ببینیم. هللویا. و این ایمان رو داریم که خداوند عمل میکنه. ما قبل از که یه ویدیو دیگه نگاه کنیم میخواستم اینو بگم، دوستان ما هم غریبه نیستن، همه دنیا دارن نگاه میکنن. ما سال 2012 رو سال جهش اعلام میکنیم. آمین. سال جهش عجیب خداوند در قلب من گذاشته. هر بارم راجعش صحبت میکنم یه چیزی من میگه که الاتان سال 2012 سال متفاوتی خواهد بود، سال برکت. ما به استقبال برکت میریم. اگه عزیزان دارن این برنامه رو شب سال نو نگاه میکنن یا در همون جشن کریسمس نگاه میکنید، این دید رو از خداوند بخواید. یه لحظه بگید خداوند من میخوام سال 2012 سال پر از برکت واسه من باشه. تو به خادم خودت گفتی و خادم خود داره در تلویزیون ما میگه امسال میخواد سال جهش باشه. این من نیستم که سال جهش رو به وجود میارم،
بلکه کلام خدا میگه خداوند به احسان خیش سار رو تاجدار میکنه. بیایید تاج رو از خداوند دریافت کنیم، برکت رو دریافت کنیم، اجازه بدیم که هر روز ما خداوند در زندگی ما مولود بشه، اجازه بدیم کلیساهای ما، خادمین عزیز ما که زندگیشون رو برای دنیای فارسی زبان گذاشتن، هر عزیزی در هر جایی، چه در تلویزیون، چه در کلیساهای محلی، چه در شبکه‌های مختلف، چه در رادیوهای مسیح، چه در داخل ایران دارن خدمت میکنن، بخوایم خداوند امسال عزیزان رو در خدمتشون یک سال پربرکت و مضاعف بذاره، سال جهش رو با هم دیگه جشن بگیریم، با این دید بریم تا آخر سال، ای خداوند من میخوام امسال سال پربرکت باشه. اولین برنامه سیمای مسیح در سال جدید راجع به این خواهد بود که چگونه رویاهای خودمون رو بنویسیم. ما فرمی رو خدمت شما میذاریم، میتونید از طریق تلویزیون نگاه بکنید، آماده کنید خودتون، نه اگر مایل هستید ایمیل کنید براتون میفرستیم و در اونجا ما رویاهای خودمون رو بنویسیم، توضیح میدیم مثل سال گذشته چرا ما رویاهامون رو بنویسیم. من ایمان دارم آنت جان، نازنین جان، که بدون رویای ایماندار نمیتونه زندگی بکنه. ایماندار حقیقی، ایمانداری که رویا داره، دید داره. ما رویا داریم، هر سال یک رویه کلی با نازنین جان داریم در سازمان ایران برای مسیح که ایران قرار مال مسیح باشه و رویای ما همه تو خورد و خورد میشه. ما میخوایم در سال جدید خداوند فیض بده کلیساهای بیشتری شروع کنیم. در سال گذشته چند کلیسا شروع کردیم، در ترکیه، در دبی، در کره با عزیزان داریم خدمت میکنیم، در همین آمریکا دو تا کلیسا هست، ولی میخوایم خداوند ما فیض بده که سراسر ایران پر بشه از کلیسای خداوند و میخوایم که شما در این دعا باشید. بنویسید رویا رو، بنویسید که من با برادرلتان، خواهر نازنین، خواهر آنت، با همه خادمین خدا یک دل هستم، رویای من اینه خداوند داد. دست بذارید دعا کنید و حتما به شما خواهیم گفت که هدف ما از این کار چی هستش. میریم با هم با اجازه عزیزان یک کلیپ نگاه میکنیم، برمیگردیم با شما خواهیم بود برای دقایق دیگه. جای نرید. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh Mary, did you know? See,
چقدر زیباست که یک بار ببینیم آمین. به زودی در کشور عزیز ما ایران چنین چراغونه زیبایی هست، پیام خوشی، خبر خوش و زندگی مردم این گونه بارور و زیبا بشه. عزیزان میخوام از اینجا از شما تشکر کنیم برای اینکه در سال گذشته با ما بودید، در فراز و نشیب های مختلف با هم بودیم. هنوز بعضی از شما دوستان که صدها مطالب دعا رو برای ما فرستادید، مطالب دعاتون اینجا هست. خیلی از شما عزیزان جواب دعا گرفتید، خیلی از شما نگرفتید، اشکال نداره. چرا؟ چون خدای ما زنده است. خدای ما خدایی که نمیذاره که بیش از طاقتمون چیزی رو تجربه کنیم که سخت باشه. خداوند ما رو میفهمه. هزاران سعید، هزاران سهیل، هزاران رضا، علی، اسماشون اینجا هست. میخوام اینو بگم، اگه اسماتون اینجا هست ما براشون دعا میکنیم. بدون چقدر بیشتر اسمای شما در قلب و وجود خدا هستش. ما میخوایم در انتهای سال، انتهای برنامه‌مون در سیمای مسیح برای شما یک بار دیگه دعا کنیم. اگر شما کسی هستید که احتیاج به دعا دارید، اسمتون اینجا نیست، اشکال نداره، دستتون رو بلند کنید، با ما هم صدا بشید، هم فکر بشید، با هم دعا میکنیم. خواهران من خیلی کوتاه دعا خواهند کرد، من با اونها آمین خواهم گفت و اجازه بدید که جواب دعا از آسمان بیاد. با ایمان به دعا نزدیک بشیم و از خداوند دریافت. شما دعا کنید و بعد شما تمام کنید. شکر می‌کنم. هللویا. خداوند عزیز، برای عزیزان دعا می‌کنم خداوند، برای تک تکشون خداوند. تو مشکلات رو می‌دونی خداوند. تمام عزیزانی که در سال گذشته درخواست دعاهاشون رو دادن، به نام عیسی مسیح به حضورت میاریم، بلند می‌کنیم خداوند. از تو جواب می‌خوایم، از تو شفا می‌خوایم، از تو
آزادی میخوایم، از تو میخوایم مهیا کنیم خداوند، اون پنج نان و دو ماهی و خداوند هزاران کنیم، برکت بدی خداوند، از تو میخوایم که هر احتیاج رو به دولتمندی خودت رفع کنی خداوند، از تو میخوایم که خانم هایی که بچه دار نمیشن تو بهشون فرزند بدی خداوند، ای خداوند از تو آزادی میخوایم، از اسیرانی که اسیر اعتیاد هستن خداوند تو اونها رو آزاد کنی، عزیزانی که خشمگین هستن خداوند تو هللویا هر افسردگی رو برداری بهشون شادی بده خداوند، تو دعای عزیزان رو بشنو و جواب بده در نام عیسی مسیح، هللویا شکرت میکنم خداوند، شکرت میکنم برای حضورت، برای وجودت خداوند، برای تمامی اسامی که الان اینجا هستن در کاغذها نوشته شده و حتی کسایی که نتونستن رابطه برقرار کنن اسماشون رو بدن که براشون دعا کنیم خداوند، تو همه اینا رو میشناسی و میخواییم خداوند به عنوان یک هدیه بزرگ همچنان که در آسمان مثل ستاره درخشیدی بر قلب تمام این عزیزان بدرخشی، بر آرزوهایشون، بر خواسته هایشون خداوند سلطنت کنی و هر آنچه که در اراده توست خداوند بر زندگی تمامی این اسمایی که اینجا هستن خداوند بدرخشی. آمین. 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 دوست داریم دعا کنیم بازم، ولی وقت ما تمام میشه دعا میکنیم میلاد مسیح بر شما مبارک بشه، سال نو رو با قوت آغاز کنید. خدا رو شکر میکنم برای شما عزیزان، تا سال جدید که در خدمت شما خواهیم بود دست خدا با شما باشه. آمین. آمین.